سرخط مهمترین خبرها. عبدالرشید دوستان و جامعه جهانی: سبا روز که طالبان را قتل عام کردم، مرا قاتل خطاب نکنید. کاروان نیروهای کماندوی افغانستان از خاک ایران وارد پنجشیر شدند. ادعای جبهه مقاومت: طالبان 5400 باشنده پنجشیر را زندانی کردند. و باشندگان لل و سرجنگل غور به حمله بر آموزشگاه کاج اعتراض کردند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام، چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. ادعای جبهه مقاومت: طالبان 5400 باشنده پنجشیر را زندانی کردند. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود ادعا دارد که طالبان در یک سال گذشته بیش از 5400 باشنده ولایت پنجشیر را به دلایل سیاسی زندانی کردند. جبهه مقاومت ملی دلیل بازداشت این افراد را پنجشیری بودن، تضعیف این جبهه، نسل کشی، اخاذی و بهره‌گیری اقتصادی و استخباراتی از سوی طالبان عنوان می‌کنند. باشندگان محلی پنجشیر نیز تایید می‌کنند که از زمان حاکمیت طالبان بر کشور تا اکنون صدها باشنده این ولایت به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت شدند که در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. باشندگان پنجشیر در این گزارش روایت‌های تلخ و دردناک از زندان‌های طالبان دارند. مولوی حسام الدین حسام، رئیس پیشین شورای علمای افغانستان و یکی از اعضای ارشد جبهه مقاومت، از بازداشت و زندانی شدن هزاران باشنده ولایت پنجشیر خبر می دهد. او در صحبت با روزنامه 8 صبح می گوید تنها از ولایت پنجشیر ارقام دقیق 5400 نفر بندی سیاسی هستند. طالبان از این گروگانگیری ها برای تضعیف جبهه مقاومت، نسل کشی، اخاذی و بهره‌گیری اقتصادی و استخباراتی استفاده می کنند. جرم اینها فقط پنجشیری بودن است. این عضو جبهه مقاومت در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه از میان افراد بازداشت شده چه تعداد آنان اعضای جبهه مقاومت ملی هستند گفت 80% مردم کشور مخالف طالبان است. مقاومت 3 حوزه کاری دارد که شامل نظامی، فرهنگی و سیاسی است. ممکن 1% این افراد نیروهای مقاومت نظامی باشند. او اضافه کرد مردم پنجشیر، اندراب، خوست و هزاره به جرم زبان زندانی هستند و این روند در حال گسترش به بقیه ولایت ها و اقوام می باشد. مولوی حسام الدین حسام از کمک های افتوار میلیونی سازمان ملل و دیگر کشورها به افغانستان پس از حاکمیت طالبان نیز انتقاد می کند و به شکل کنایه آمیز می گوید طالبان یگانه رژیم هستند که رسما نیروی انتحاری دارند و یگانه دشمن امریکا هستند که تا اکنون 1,500,000,000 دلار امریکایی را رسما تسلیم شدند و یگانه حاکمیت هستند که مشروعیت دینی، ملی و بین المللی ندارند. با این حال باشندگان محلی پنجشیر نیز تایید میکنند که از زمان حاکمیت طالبان تا اکنون صدها باشنده این ولایت به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت شدند و در زندانهای طالبان به سر میبرند. به گفته آنان بیشتر افراد بازداشت شده هیچ ربطی با جبهه مقاومت ندارند و به خاطر پنجشیری بودنشان از سوی طالبان بازداشت شدند. شمار از باشندگان ولایت پنجشیر روایت های تلخ و دردناک از زندان های طالبان دارند. آنان گفتند که طالبان زندانیان را در زندان ها به گونه وحشتناک شکنجه می کنند. عبدالمطلب یکی از باشندگان ولسوالی پریان ولایت پنجشیر است. او که حدود 4 ماه در زندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بوده می گوید صدها جوان، نوجوانان و حتی کهنسالان به خاطر پنجشیری بودن در زندان های طالبان به سر می برند. بیشترشان شکنجه شدن. طالبان بدترین شکنجه را به افراد می کنند که به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت شده باشند. زندانیان را به شیوه های مختلف شکنجه می کنند، از برق گرفتن شروع تا ناخون کشیدن و غیره.
او تاکید می کند که بیشتر افراد را طالبان به دلیل پنجشیری بودن بازداشت و زندانی کرده اند. نصیر احمد نام مستعار از دیگر باشندگان ولایت پنجشیر است. او نیز برای مدت در زندان اداره محلی طالبان در پنجشیر زندانی بوده است. نصیر احمد درباره شکنجه های طالبان می گوید: من با چشمان خودم دیدم که طالبان در قماندانی امنی پنجشیر چند تن از افراد را که به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کرده بودند در بام یک ساختمان پنج منزله که مقابل آمریت جنایی پنجشیر موقعیت دارد به فرق آویزان کرده بودند و هر لحظه تهدیدشان می کردند که اعتراف می کنید یا از بام پایین می اندازمتان. همچنان روز چند بار این افراد را در مقابل چشمان ما در برق می دادند. نصیر احمد اضافه می کند که ده ها باشنده پنجشیر زیر شکنجه طالبان در زندان های این گروه جان باختند. او خاطر نشان می سازد طالبان پسر کاکا و دو جوان دیگر را از قریه ما حدود پنج ماه پیش بازداشت کرده بودند. جسد پسر کاکایم را که زیر شکنجه این گروه جان باخته بود یک ماه بعد پیدا کردیم و از دو جوان دیگر را چند روز پیش. از این دو جوان دیگر فقط بود و دستمالشان از یک زیر پلچک پیدا شد. اجسادشان را که طالبان در آنجا گذاشته بودند سگ‌ها خورده بودند. رویدادهای مشابه زیاد رخ داده. در بسیاری از اوقات زندانیان زیر شکنجه جان می‌باختند و جسدشان را به خانواده‌هایشان تسلیم می‌کنند، اما از خانواده‌هایشان ضمانت می‌گیرند تا صدای خود را نکشند. همچنان تازه خبر فوری: بعد از ظهر امروز 150 کماندوی رژیم گذشته از ایران وارد پنجشیر شدند. آنها با اسلحه های پیشرفته مجهز هستند. همچنان به نقل از تویت ماشال دوستم، کوچیک باری مردم بومی ازبک و تاجک تخار از سوی طالبان به هدف پاکسازی نژادی و تغییر واقعیت صورت می گیرد. نهادهای حقوق بشری که امروز از این جنایت چشم پوشی می کنند، فردا که غاصبان را از بالای زمین و خانه مردم خود دور راندیم حق انتقاد ندارند. باشندگان لل و سرجنگل غور به حمله بر کاج اعتراض کردند. شمار از جوانان، دانش آموزان و باشندگان ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور سر دادن شعارهای عدالت، آزادی و برابری حرکت اعتراضی برگزار کردند. آنان روز سه‌شنبه نزد میزان در یک راهپیمایی در این ولسوالی ضمن محکوم کردن حمله بر آموزشگاه کاج در غرب کابل خواهان توقف نسل‌کشی هزاره‌ها شدند. آنها در این حرکت اعتراضی از نهادهای بین‌المللی خواستند تا نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت بشناسند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.